درود و سلام بر دوستان عزیز، بچه های پایی 11 هم. امیدوارم خوب باشید و سال تحصیلی پیش رو رو که به طور جدی از امروز ما شروع کردیم، سال تحصیلی خوبی باشه براتون. پایی 11 دانش آموزانی رو باش روبرو هستیم که پایه 10 رو بالاخره گذروندند، مشخصه دیگه رشته انسانی رو انتخاب کردن و تا حدود زیادی با مباحث علوم و فنون آشنا هستند. اهمیت این درس به دلیل تغییراتی که در واقع کنکور سراسری اتفاق افتاده، در واقع با حذف عمومی ها اگر استمرار داشته باشه اهمیت دوچندانی پیدا میکنه، یعنی شما یکی از تاثیرگذارترین درس هاتون در قبولی در کنکور مطمئنن پایه 11 و 10 و بعدش به تبعش پایه 12 خواهد بود. شما در پایه 10 مقدماتی رو از عروض خوندید و بعد پرداختید به موضوعاتی که هم مقدماتی بود برای سبک‌شناسی و با سبک خراسانی و تا حدودی با سبک عراقی آشنا شدید. پایه 11 سرفصل‌هاش رو با هم دیگه مرور میکنیم تو کتاب پایه 11 و اختلافات موضوعات رو، چیزهایی که مربوط به پایه 11 میشه رو براتون خواهم گفت. فقط به عنوان در واقع کاری که ما طی سال با هم دیگه داریم اینه که معمولا دانش آموزانی که تو این فضا ما داریم، من پایه های 12 رو و 10 و 11 رو چون به عهده دارم، دانش آموزان رو با یک دید نگاه میکنیم. دانش آموزان کسانی هستند که قرار است سال بعد کنکور بدهند. بچه های 10 دو سال بعد قرار است کنکور بدن. اهمیت پایه 10 خب در بخش آرای ادبی کمی ضعیفتر بود، یعنی کنکور سراسری به آرای های ترسی و موازنه و سج و در واقع موضوعاتی از این دست کمتر پرداخته، ولی خب یه درس مهم جناس رو داشتید، یا بحث قافیه جز درسای بسیار مهم پاییه ارزم به حضورتون 10 بود. امسال شما تو بخش آرایه‌های ادبی، شاید بگم مهمترین آرایه‌های ادبی کل سپایه رو دارید، حتی از آرایه‌های پایه 12 هم مهمتره، فقط به خاطر حضور تشبیه و استعاره و همطور مطمئنن مجاز. ولی چیزی که در پایه 11 در واقع بعد از مقدمات عروض واردش میشید، وارد وزنها خواهید شد که 3 درس بسیار مهم عروضی رو خواهید داشت که من روی خود PDF کتاب که میخوام براتون توضیح بدم تذکرات رو میدم. امروز هم میخوام یکی از مباحث پایه 11 رو شروع بکنیم به عنوان مقدماتی، چون کلاس ما به طور جدی از مهر شروع خواهد شد، ولی ما این چند جلسه مقدماتی رو معمولا این گونه است که یکی از مباحث مهم اون پایه رو تدریس میکنیم و اون چیزی هم که در واقع تدریس میشه دانش آموزان رو در مقطع پایه 11 نمیبینیم. چرا؟ چون در مقطع پایه 11 دانش آموزان در حد خود ارزیابی های کتاب بتونن پاسخ بگن، شاید توقعشون برآورده بشه، ولی ما چون یک کمی گسترده تر قرار به موضوع نگاه بکنیم، توقع ما از مباحث پایه 11 اون نگاهی است که کنکور به این بحث داره. در این حال هم خب مطمئنا چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، وقتی ما یه خود گسترده تر ببینیم، پایه 11 در حد خود ارزیابی ها و سوالات تشریحی هم حتما پوشش داده میشه. در واقع توقع من از کلاس همین هست که خود شما نگاهتون به مباحث درسی فراتر از آنچه باشد که در حد خود ارزیابی ها است. به این دلیل ما در طی سال با همدیگه علاوه بر اینکه مباحث تشریحی رو کار میکنیم، تک تک درس ها رو تدریس میکنیم، خود ارزیابی ها و کارگاه تدریس و فصل رو بررسی میکنیم، نگاه تستی هم داریم، یعنی آزمون های تستی مطرح میشه، تست اصلا سر کلاس کار میکنیم، چون تو خیلی از مباحث برای رسیدن به عمقش باید مکمل کار تشریح تست باشه. به این دلیل سعی میکنیم باری رو که از پایه 11 باید برداشته بشه و شما تو پایه 12
به این رجوع میکنید فقط بخش حفظیاتش بمونه براتون. چرا؟ چون بالاخره حفظیات فرار هست، بحثای تاریخ ادبیات فراره، ولی باید مباحث عروضیتون اینجا شکل بگیره فراتر از کتاب. باید موضوعاتی که مربوط به آرای ادبی میشه و حتی تکنیک هایی که مربوط به سبک شناسی میشه رو ما تو پایه 11 جمع میکنیم، به گونه ای که سال 12 هم اگر خواستی به پایه 11 رجوع بکنی احساس کنی تقریبا در حد مطلوب برای کنکور از پایه 11 بهرهشو بردی. پس توقع ما تو کلاس حتما فراتر از موضوعات کتاب درسی است، در این حال که خب کتاب درسی رو هم پوشش میدیم و درس ها رو با هم دیگه خواهیم دید. بریم کتاب رو ببینیم، با کلیاتش آشنا بشیم و بعد من یک مبحثی رو شروع بکنم که از جلسه امروزم یه استفاده ای بکنیم. خب ببینید، شما در واقع علوم فنون ادبی 2، یعنی مقدمات رو که باید بدونید، عرضم به حضورتون آن چیزی است که ما توی سرفصل کتاب درسی به عنوان فهرست باش روبرو هستیم. من یه تذکر کلی میدم و بعد حتما یکی از مباحث رو شروع میکنم. در پایه 10 شما تاریخ ادبیاتی رو که میخوندید، عرضم به حضورتون تاریخ ادبیات تا قبل از قرن 7 بود دیگه، ولی اینجا ادبیات قرن 7، 9 در ازم بوزوتون و بلکه جلوتر هم خواهیم رفت که یه درس بسیار درس مهمیه، شاید یکی از مهمترین درس‌های تاریخ ادبیاتی کلن سپایه پایه 10 و 11 باشه. ولی خب همینجور که سرفصل‌ها رو خودتونم میدونید، ما تو هر فصلی درس تاریخ ادبیاتی داریم، درس ارزم بوزوتون یا تاریخ ادبیاتی داریم یا سبک‌شناسی، حتما یه درس آرایه‌ای داریم، یه درس عروضی هم داریم، کارگاه تحلیل فصل هم که اون فصل رو پوشش میده. فصل اولتون با تاریخ ادبیات قرن 7 و 8 و 9، یعنی در واقع قرن گسترده‌ای که اکثریت دوره سبک عراقی رو در بر میگیره رو باش روبرو هستید. ولی از درس دوم که اولین درس عروضی ماست، تفاوتش با پارسال چیه؟ شما پارسال، یعنی الان ما دانش آموزان پایه 11 رو اینگونه میبینیم که این دانش آموزان از تختی هجایی دیگه گذشتن. یعنی چی؟ یعنی الان هجاهای کوتاه بلند کشیده رو میدونن، شعر رو میتونن تقسیم بندی بکنن، هجاهاشو بنویسن و بلکه تقسیم بندی به ارکان هم شاید بدونن. ولی خب من پیشینه شما رو خیلی باش کار ندارم، سعی میکنم آنچه که در واقع میخوام شروع بکنم حتما نگاهی به پایه 11 داشته باشم. پس 10 رو هم ما سعی میکنیم پوشش بدیم. ولی شما تازه از پایه 11 است که وزنها رو میخونید. تو پایه 11 وزنهایی که میخونید وزنهای همسان هستن که بعد یه تعریفی داره که سر جای خودش خواهم گفت، و پایه 12 با وزنهای ناهمسان روبرو میشید که در واقع پایه 11 و 12 اصل عروض شماست. نه به معنای اینکه آنچه که پایه 10 خوندید اهمیت نداره، نه، ما تو کنکور سراسری از پایه 10 هم تو عروض سوال داشتیم، هرچند کم ولی داشتیم. مثلا سال 99 از بچه‌ها پرسیده بودن که بیت زیر چند تا هجای کشیده و چند تا هجای کوتاه داره، سوال بسیار در واقع دشواری هم شناخته شده چون خیلی اونو غلط زدن. در حالی که تصور دانش آموز اینه که خب یه بیت به ما میدن هجای کشیده و بلند و کوتاهش که کاری نداره، که چطور تو کنکور داده این رو؟ دقت میکنید؟ یعنی اون مقدمات مهمه، ولی بالاخره چون این کتاب ها در راستای هم هستن، پایای آوایی رو از اینجا شروع کرده. یعنی شما چجور میتونید اونایی که تختی هجایی کردید و تقسیم بندی بکنید و ارکانش رو مشخص بکنید. پس این فصل اولمون با تشبیه به انتها میرسه. شاید در آرایه ادبی هیچ آرایه‌ای مهمتر از تشبیه و استعاره و مجاز نباشه. شاید تصور شما این واسه میگید ایهام خیلی مهمتره، نمیدونم ایهام تناسب خیلی مهمتره. بله، یه سری از آرایه‌های ادبی هستن که ما به پیشینه شما نیاز داریم، نه به خیلی دانش شما. یعنی مثلا من کلمات دو معنایی بلد باشم، بتونم با اون کلمات دو معنایی تو متن کلنجار برم، تشخیص بدم که این دو تا معنا داره، اینجا دو تا معناش به کار میره، سه تا معنا داره، هر سه تا معنا به کار میره، نه ایهام تناسب. اونا مباحثی است که خب تو پایه 12 میخونیم. ولی وقتی من میگم مهمتر به این معناست، نگاه هم به کنکور دیگه،
ببینید شما در کنکور سراسری این چند سال اخیر به خصوص نظام جدید آرای تک کم میبینید، معمولا آرای ها جامع هستن. اگر طراحان سوال بخواد آرای تک بدن، حتما یکی از آرای های تکشون تشبیهه. یعنی مثلا میگن کدوم به تشبیه بیشتری دارد، کمتری دارد، تعداد برابر است، برابر نیست. سوالات تو عدد میره، کدومشون استعاره کمتر بیشتری دارن، کدومشون مصرحه و مکنیه رو همزمان دارن. دقت میکنید جز سوالات تک کنکوره. ولی مثلا شاید شما 20 سال کنکور اخیر رو ببینید یه سوال پیدا نکنید مثلا توش گفته باشه مثلا موازنه داره، ترسی داره، ترسی و موازنه داره. اینا جز آرایه‌ای است که تقریبا جز آرایه‌ای است که تو جامعه پرسیده میشه، تو جامعه هم خیلی رنگ پررنگی ندارن. ولی آرایه تشبیه جز آرایه‌ای تکه. یعنی من مثلا دو زنگ قبل با بچهای کنکوری کلاس داشتم، بچهای کنکوری تشبیه هنوز لنگ میزنن. یعنی ما مثلا 50 تا تست هم باشون بزنیم همچنان آرایه تشبیه براشون آرایه مبهم و سختی خواهد بود، در سطحی که مد نظرمونه، نه سطح فقط کتاب درسی. به این دلیل گفتم ما سطحی رو که در واقع قرار کار بکنیم غیر از پوشش دادن سرفصل‌های کتاب و سطح خود ارزیابی‌های کتاب، مطمئنا نگاهمون به فراتر از اون یعنی کنکور هست که بگیم آیا میشود یه دانش آموزی که تشبیه 11 هم خونده توقع یه تست در سطح کنکور یا یکم فراتر رو برآورده کنه؟ بله. شما قرار بار پای 11 و 11 بردارید، فکر نکنید مثلا یک سال بزرگتر میشوید برید 12 این بار رو بردارید. خب من همینجا در سطح عالی یاد بگیرم دیگه. پس یکی از مهمترین درسامون هست. درس چهارمون خب در مورد سبشناسی، شما سبشناسی خراسانی رو و به نوعی مقدمات سبشناسی عراقی رو تو پایه دهم خوندید. پایه در واقع دهم آنچه که ما بین سبک عراقی خراسانی بود که حالت مکتب خودش میگیره، بالاخره تو یکی از درساتون اون گذر سبک خراسانی به سمت عراقی رو تا حدودی باش آشنا شدید. ولی کاملا سبک عراقی رو ما تو پایه ارزم به حضورتون 11 هم میخونیم که ویژگی قلمرو زبانی فکری ادبیش رو با هم بحث میکنیم. حتما هم به چالش تست قایم کشید. درس پنجمتون پایه های آوایی همسانه. از اینجا وزنها شروع میشه، یعنی وزنهایی که تکرار یک پایه هستن رو ما از پایه 11 هم شروع میکنیم و میخوانیم. درس مهم مجاز که مطمئنن مقدمه است برای ورود به آرایه استعاره، یکی از دوباره درس هایی است که در کنکور سراسری دوباره جز سوالاتی است که تو این چند سال اخیر تک سوال اومده. یعنی تقریبا تو این 4 سال نظام جدید 3 بار آرایه مجاز در رشته انسانی به عنوان سوال تک اومده. دقیقا پرسیدن کدوم بیت مجاز ندارد، ولی شاید اصلا همچین آرایه‌ای گفتم تو پایه ارزم به حضورتون دهم نداشته باشه. حتی جناستام که اینقدر مهمه، حتی انواع جناس که به نظر من جزء سوالات پرغلط میتونه باشه، ظرفیت یک سوال شدن رو حداقل تو نظام جدید تا حالا نداشتن. بعد وارد تاریخ ادبیات قرن دهم و یازدهم میشیم که بالاخره ما میخوایم تاریخ ادبیات دوره سبک هندی رو بخونیم، بعد وارد سبک هندی بشیم. تاریخ ادبیات بسیار کم حجمی است، درس بسیار ساده است که شاید یکی از ساده ترین تاریخ ادبیات های کتاب های درسی باشه. پایه همسان دو رو دوباره به عنوان مکمل همسان یک میخونیم و درس استعاره که شاید اگر یک نفر به من بگه مهمترین درس ها در آرای ادبی سپایه چیه، من حتما بعد از تشبیه استعاره رو میدونم. البته اینا به من این معنا نیست که لاینحل هستن و نمیدونم چیزهایی میخوام به ما بدن که از الان وحشت بکنیم، نه. اینا بالاخره تیپ های سوالاتی هستن که ما اهمیتشون رو بر اساس تعداد غلط دانش آموزان تعریف میکنیم. یعنی هر چه موضوعی رو بیشترین دانش آموز غلط بزنه ما بهمون میگه مهمتر. اگه بچه ها سج هم بیشتر غلط میزنن که تو کنکور حالا سج رنگ و بویی نداره، میگفتیم سج خیلی مهمه. دقت میکنید؟ پس وارد بحث استعاره میشیم. خب وقتی تاریخ ادبیات قرن‌های 10 و 11 رو خوندیم، به تبع سبک هندی یعنی دوره قرن 10 و 11 که ما دیگه خسته شدیم از به نوعی سبک عراقی و وارد سبک جدیدی شدیم که خب ویژگی‌های خاص خودشو داره، جزء سبک‌های پرمطلب کتاب درسیه. به دلیل اینکه شاید ما
بتونیم به جرات بگیم تنها درس سبک شناسی پایه دهم یازدهم دوازدهم که رنگ تاریخ ادبیاتیش پررنگتر از رنگ سبکیشه همین درس سبک شناسی در واقع سبک هندیه که اطلاعات تاریخ ادبیاتی زیاد و در واقع مهم میداره که همیشه در کنکور سراسری ازش سوال اومده و امسال با وزنهای همسان دولختی و به بیانی دوری آشنا میشید که از وزنهای بسیار ریتمیک و در واقع ساده اوزان در واقع مطالعاتی شما هستن و کنایه هم که خب یکی از درسایی است که مکمل اون سه آرایه دیگه است که ما مجموعاً به آرایه های تشبیه استعاره کنایه مجاز میگیم آرایه های بیانی. شما پارسال با آرایه های بدیع لفظی آشنا شده بودید، یعنی موسیقی لفظ، همون آرایه هایی که بیشتر جنبه شنیداری داره. سال دوازدهم هم با آرایه بدیع معنوی آشنا میشید، یعنی اونهایی که دیگه مربوط به موسیقی معنا میشه که خب به ظاهر بعضی از آرایه هاش یک کمی پرکاربردتر هستن تو کنکور سراسری. این کلیتی بود که ما امسال باش روبرو هستیم و به عنوان یک در واقع کلاس درس از صفر تا صدش رو تدریس میکنیم و نگاهمون به امتحان پایان ترمتون هست و حتماً هم در واقع سعی میکنیم همه اون ویژگی هایی که یک کلاس حضوری داره حتی با در واقع انگیزه های بیشتری که تا کلاس یازدهم رو پشت سر بگذاریم. اما بحثی که من امروز میخوام از فرصتی که دارم استفاده بکنم، چون انقدر این موضوع عمق داره، الان که من تدریس میکنم ظرفیت دوبار سه بار دیدن و شنیدن و بعدش هم حتی در واقع به عمق رسوندنش در سوالات تشریحی و سوالات تستی داره. مبحثی است که مقدمه آرایه های شماست، یعنی شما در پایه 11 هم باید تشبیه رو به طور کامل یاد بگیرید و فراتر از اونم خب مطمئنن انواع تشبیهی است که امروز من خواهم گفت. میریم وارد بحث میشیم. لطفاً در کلاس فعال باشید، ابهام، سوال، نکته، هر چیزی مد نظرتون بود سوال رو مطرح کنید. کلاسی که پر سوال تر باشه مطمئناً نکته های بیشتری خواهد شنید، یعنی از ابهاماتی که تو ذهن شماست من نکات بیشتری میتونم دریابم. وارد بحث تدریس میشیم که من یکی از آرایه های مهم رو به طور کامل تدریس بکنم. خب پس عنوانمون شد چی؟ تشبیه. بریم ببینیم این تشبیهی که این همه اهمیت داره و تو کنکور سراسری جز پرغلط ترین ها هستن چی میخواد از ما؟ تشبیه. خب ببینیم وقتی میگیم تشبیه یعنی انواعش رو باید بلد باشیم، درسته؟ من امروز سعی میکنم 6-9 تشبیه رو درس بدم. در صورت که تو کتاب درسی شما 3 نوعش رو میخونید. خب پس اون سه نوع دیگهش کجاست؟ چرا الان من باید یاد بگیرم؟ باز تکرار نکنم، به دلیل اینکه ما دانش آموزان پایه 11 رو در سطح پایه 11 نمیخوایم، فراتر باید بدونیم. چرا؟ چون اگر سال بعدم تو دوباره شاگرد این مدرسه باشی، خود من قرارم به تو درس بدم، من میگم پایه 11 یاد هست، تا اینجا براتون چیدم، حالا یه دوره از پایه 11 میکنیم پایه 12، درسته؟ پس اون عمقی رو که ما مد نظرمونه از الان به دانش آموز کنکوری در واقع نگاه میکنیم شما رو و باید هم شما هم توقع داشته باشید، وگرنه در سطح امتحانات نهایی یا امتحانات پایان ترم به نظر من اصلا یک سال ضرورت نداره، کتاب علوم فنون یک سال کشش نداره اگر بخوام در سطح کتاب درسی و امتحانات پایان ترمتون بهش نگاه بکنیم. اما اولا تشبیه تو تعریف مطمئنا جز آرایه است که شما از دوره متوسط اول اصلا، یعنی در دوره راهنمایی شما اینا رو خوندید، ولی حالا به طور کل بخوام یه تشبیه اول یه تعریفی بکنیم بعد برگردیم، من برم صفحه بعد یه ارکان رو اول بگم بعد برگردم. ببین ما مطمئنا یک مشبه داریم، یعنی مقدمات هم بگم، شما میگید مشبه اون چیزی که قرار تشبیه بشه. یه دونه چی داریم؟ مشبه اون به داریم، کلمه ایست که بهش تشبیه می کنیم، یعنی مشبه رو به اون مانند می کنیم. یک عدات داریم، در واقع کلماتی هستن مثل و مانند و
نمیدونم بکرداره و میماند و بسانه و اون کلمه ایست که در واقع اون انتقال مشبه و مشبه اون به رو با اون کلمات که واسطه میشه برای تشبیه ادات تشبیه میگیم. یک اصطلاح دیگه هم داریم به نام وجه شبه، یعنی اون چیزی که اسمش روش هست مشترک، اون ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه اون به. وقتی ما داریم در مورد تشبیه صحبت میکنیم مطمئناً دو رکن اصلی تشبیه مشبه و مشبه اون به هستن. ارکان وجه و ادات نه به معنای بی ارزش بودنشون، نه بیشترین دامهای تشبیه در مورد وجه شبه و ادات برعکس، ولی برای تشخیص تشبیه و تعریف تشبیه اون دوتا یه خورده اهمیتشون کمتر میشه برای تشخیص. حالا انواع تشبیه که میگم میپردازیم، بعدا میبینیم که چه چهرهایی از تشبیه باید بدونید. خب یکی از تشبیهاتی که امثال میخونید بهش میگن عنوانش، تشبیه گسترده. تشبیه گسترده تشبیهی است که سه چهره میتونه داشته باشه. به طور کلی هر چقدر آرایه‌های ادبی خلاصه‌تر بشن تو بخش تشبیه و استعاره، هر چقدر خلاصه‌تر بشن قرار خیال‌انگیزتر و مهمتر باشن. حالا تشبیه گسترده چیه؟ یکی از چهره‌های تشبیه گسترده، یک، سه چهره میتونه داشته باشه. مشبه، من دیگه میم میذارم جاش، به علاوه ادات، به علاوه مشبه اون به علاوه وجه شبه. یعنی چی؟ یعنی تشبیهی که چهار رکن دارد بهش میگن تشبیه گسترده. یعنی من میگم عشق مانند دریا عمیق است، مثالی می نویسیم چهار رکن داره، میگیم عشق مانند دریا عمیق است. عشق چی میشه؟ مشبه. دریا مشبه اون به، مانند ادات عمیق، وجه شبه. پس تشبیه گسترده یه تعریفش چی شد؟ همه ارکان تشبیه ظاهر بشه، یه چهرهش اینه. دومین چهره تشبیه گسترده سرکنی میشه. دومین چهره تشبیه گسترده، دو، مشبه میاد به علاوه ادات به علاوه مشبه هم به. یعنی چی؟ سرکنی. من میگم چی؟ عشق مانند دریاست، عشق مانند دریاست. مشبه اومد، ادات اومد، مشبه اون به اومد، وجه افتاد. با اینکه وجه افتاده بازم ما بهش میگیم گسترده. سومین چهره تشبیه گسترده چیه؟ سه، مشبه میاد، مشبه اون به میاد، وجه میاد، بازم چیه؟ سرکنیه. میگیم چی؟ عشق دریای عمیق است. پس ما تو تشبیه گسترده قطعا مشبه و مشبه اون به او که تو همه ارکان همه انواع تشبیه داریم، علاوه بر، میتونیم اینجوری تعریف بکنیم، علاوه بر مشبه و مشبه اون به یک یا دو رکن دیگه اضافه بشه تشبیه اون تشبیه گسترده است. عنوانش رو گذاشتن تشبیه گسترده. خب پس علاوه بر مشبه و مشبه اون به یک یا دو رکن دیگه اضافه بشن تشبیه ما میشه تشبیه گسترده. این تشبیه اول بود.
عنوان تشبیه گسترده در امتحانات تشریحی، در امتحانات کنکور سراسری، در آزمون‌های آزمایشی پررنگه. تشبیه دوم، جزء انواع داریم میگیم دیگه، بهش میگیم تشبیه فشرده. اسم دیگه‌شو گذاشتن بلیغ. تعریف تشبیه فشرده چیه؟ فقط مشبه و مشبه به بیاد. با آمدن مشبه و مشبه به تشبیه فشرده درست میشه. یعنی آن چیزی که گسترده نیست دیگه. چون تو گسترده علاوه بر مشبه مشبه به باید بیاد و علاوه بر مشبه مشبه به وجه عدد هم باید بیاد، یا هر دوش یا یکشون باید بیاد. خود تشبیه فشرده دو نوعه، به این دلیل ما میگیم سه نوع تشبیه داریم. اینا در واقع خودش وقتی دو نوع میشه میتونیم پس مجموعا هم بگیم سه نوع تشبیه رو میخوایم امسال بخونیم دیگه. تشبیه فشرده خودش به دو قسمت تقسیم میشه. یک، بهش میگیم تشبیه فشرده تشبیه فشرده یا بلیغ، فرق نمیکنه، من فشرده رو مینویسم، فشرده اسنادی. خب تشبیه فشرده اسنادی چیه؟ برای خود من مهمترین نوع تشبیه فشرده اسنادیه. چرا میگم مهمترین؟ چون پرغلطترین تشبیه دانش آموزان تو کنکوره. یعنی ما دانش آموزایی که مثلا رتبای برترمون هم هستن همه انواع تشبیه ما جواب میدن، میرسیم به تشبیه اسنادی نمیدونم چه کم میارن. پس مهم بودن به معنای پرغلط بودن از نظر منه، نه مهم بودن به معنای ضرورتا سخت بودن. نه، خب شاید بگی خب چون سخت تره پس غلط میزنن. نه، شاید بعضی موقع دقت بیشتر، یعنی باید به ظرایف و لوازم تشبیه باید دقت بکنی تا راحت تر بیاد رو. ضرورتا به این معنی نیست که من سخت تره. اما تشبیه بلی فشرده اسنادی یعنی چی؟ یعنی ما با یک جمله‌ای روبرو هستیم که مسند داره و مسندمون مشبه بهه. دقت کنید، مسند داره، مسند نکته دستوریه دیگه. همون بالایی نگاه کنید، اگر من به شما بگم عشق دریاست، عشق میشه مشبه، دریا میشه مشبه به. خب است هم فعل اسنادیه دیگه، عشق دریا است. ما با یک جمله سه جزئی با مسند الان تو این جمله روبرو هستیم که عشق نهادمونه، دریا مسندمونه، است هم فعل اسنادیه دیگه، است و بود و شد و گشت و اینا فعل اسنادی هستن. من وقتی میگم عشق دریاست، در ذهنم منظورم چی بوده؟ عشق مانند دریاست. اگر از الان به جملات اسنادی حساس بشید، دو حالت بیشتر نداره. یعنی علت اینکه ما میگیم سخت، بچه‌ها غلط میزنن ولی سخت نیست، اینه. ببینید، من به جملات اسنادی وقتی حساس باشم، دقت کنید اینجا رو، اگر من به شما بگم علی دانا است، یه جمله اسنادی دارم که علی نهادمه، دانا مسندمه، استم که فعل. ولی هرگز شما علی دانا است رو تشبیه نمیدونید، چون تشبیه نیست. ولی چرا نیست؟ این چرایی رو یاد بگیری دیگه چیزی حفظ نمی کنی، به همین چرایی فکر می کنی. وقتی من میگم علی داناست، تو میتونی بگی علی مثل داناست. یعنی چی علی مثل داناست؟ دانا مشبه به نمیتونه واقع بشه. چرا؟ چون ویژگیه، چون صفته. وقتی من نمیتونم بگم یه چیزی به یه صفتی تشبیه میشه، پس اصلا اینجا تشبیه ندارم. علی داناست جمله عادیه. همین رو بخوام تبدیل به جمله ادبی بکنم، یعنی تشبیه بشه، به جای دانا از یه اسم استفاده میکنم، میگم علی کوه هست، علی دریاست. ولی بگم علی زیباست، تشبیه نیست که، زیبا ویژگیه. ویژگی تو ساختار تشبیه مشبه به قرار نمیگیره هرگز، مشبه به نیست، فوقش تو ساختار تشبیه مثلا وجه شبه بشه.
استثناءات ادبیات هم بذارید کنار، یعنی شما الان تا صبح فکر کنی شاید نتونی مشبه اون به که ویژگی باشه مثال بزنی. حالا تو ادبیات استثناء داریم، مثلا شاعر نابغه ای مثل اخوان یه دفعه میاد یه کسی یه چیزی رو به یه ویژگی تشبیه میکنه. گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس، قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم. اینا استثناءات ادبیات فارسیه که بعداً سر جای خودش مطمئناً به اینا خواهیم پرداخت. پس الان اگه من میخوام تشبیه فشرده اسنادی رو برای خودم در واقع اهمیت بهش بدم، میگم چی؟ به جملات ببین اینجوری اساس میشم، این است، این شد، این بود. خب ولی مسند من نباید ویژگی باشه، یعنی اگر من میام بگم عشق عمیقه است تشبیه نیست، ولی بگم عشق درخت است تشبیه. حالا مگه تو شعر حتما طرف باید این استر رو بیاره؟ من جمله رو دقت میکنم، وقتی میگم اشکم ولی ز چشم عزیزان چکیدم، اشکم یعنی چی؟ یعنی من مثل اشک هستم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. ببینید بچه ها الان اگر حساسیتاتون زیاد شده باشه، من اینجا می نویسم خارم، الان این تشبیه اسنادی دارم چون با الف نوشتم خارش رو، ولی همینو با واو بنویس ببین چه مرز باریکیه. ولی خارم دیگه تشبیه نیست. چرا؟ چون این یعنی پست هستم. تو میدونی بگی من مثل پست هستم، ولی من مثل خار هستم، چون خار میتونه مشبه اون به باشه. تو ادبیات ما بسیار چیزی رو مثلا چیزها رو به خار تشبیه میکنن. خلد گر به پا خاری آسان براید، چه سازن به خاری که در دل نشیند. این خاره حتما استار مسرح از یه چیزیه دیگه، غم مثل خار رفته تو دل من نشسته. پس ببین الان با یک املا عوض کردن یکیش تشبیه یکی نیست. چرا؟ چون اینجا وقتی میگم خار یعنی خاری که تو پا میره، تو بدن میره فلان، ولی اینجا خار یعنی پست. همونطور که اگر میگفتم دانا هستم تشبیه نبود، ولی میگفتم مثلا سنگ هستم تشبیهه. سنگی، یعنی تو مثل سنگ میمونی. پس وقتی میگیم تشبیه بلیغه اسنادی دقت کنید، یعنی ما با یه جمله‌ای روبرو هستیم که مسند داره. حالا بعداً دستورتون که قوی‌تر میشه، چون میدونید شما دانش‌های ادبیتون بیشتر بشه به آرای ما کمک میکنه، شما بعداً تو پایه 12 هم چهار جزئی با مفعول مسند رو یاد میگیرید. همین الان هم میتونید یاد بگیرید، چیز پیچیده‌ای نیست. من شما را دریا میدانم، من شما را دریا میدانم یعنی شما مثل دریا هستید. من شما را کوه میدانم یعنی شما مثل کوه هستید. فقط من دیگه از است و بود استفاده کردم، دانستن، به حساب آوردن، شمردن، پنداشتن، اینا رو به کار میبرم. پس وقتی میگیم تشبیه فشرده یعنی فقط مشبه مشبه هم به میاد. وقتی میگیم اسنادی یعنی مشبه هم بهمون تو ساختار جمله نقش مسند رو گرفته. اگر مشبه هم به مسند ما ویژگی باشه تشبیه ساختار نشده، ویژگی نباشه تشبیه ساخته شده. باز تکرار کنید، چرا فشرده؟ چون فقط مشبه مشبه هم به اومده. چرا اسنادی؟ چون جمله ما یک جمله است که ساختار مستندی داره، حالا یا با اصل بوده، شده، نامیدن، به حساب آوردن، شمردن. این یکی از مهمترین انواع تشبیه، یعنی من 10 نمونه تشبیه شما یاد بدم، از نظر من این مهمترین تشبیه، چون پیوندش با دستوره. یه جورایی هم اصلا کلن ما تو آرای ادبی به اوج نمیرسیم مگر اینکه بفهمیم معنی عبارت رو. معنی رو بفهمی راحت میشه، معنی رو نفهمی یه ذرهشه. تو این الفاظ را دودی شناس از آتش معنی. تو این الفاظ را دودی شناس یعنی چی؟ یعنی تو این الفاظ را دود بدان. الفاظ دود هستند، لفظ مثل دود است. خب من کجا بفهمم این رو؟ باید بتونم معنا بکنم. یعنی آرای ادبی در حد حفظیات یه ریال ارزش نداره، آرای ادبی در حد فهم شعر. همینجا بارتو بستی، سال بعد میرسی آرایه‌های جدید رو. تازه همین امسال هم ما خیلی از آرایه‌های فراتر از کتاب درسی رو مجبوریم وارد بشیم. خب
یه بار دیگه پس چی شد؟ تشبیه فشرده اسنادی. خب تشبیه فشرده اسنادی چهره دوم، اول تشبیه بلیغه. تشبیه بلیغ دوم، میریم صفحه بعد که اونجا یه خود خلوت‌تر بشه. تشبیه بلیغ دوم اسمش هست تشبیه بلیغ اضافی به بیان دیگه زیاد شنیدید بهش میگن چی؟ اضافه تشبیهی. خب تشبیه بلیغ اضافی یا اضافه تشبیهی چرا همچنان بلیغه؟ ببینید من دوباره اون تشبیه بالامونو بنویسم. من گفتم چی؟ عشق مانند دریاست. خب اولا اعداد داره اینجا، الان هنوز گسترده است، فشرده نیست. شما وقتی اعدادش رو زدی گفتی عشق دریاست، تبدیلش کردی به تشبیه بلیغ اسنادی. حالا بیا جای مشبه و مشبه رو عوض کن، جای مشبه و مشبه رو عوض کن، یه کسره بهش بده، میشه اضافه تشبیهی. یعنی به جای اینکه بگیم عشق دریاست میگیم چی؟ دریای عشق. به جای اینکه بگیم معرفت درخت است میگیم چی؟ درخت معرفت. یعنی 99% اضافه های تشبیهی جای مشبه و مشبه هم به عوض میشه. 99%. اون 1% یه سری تشبیهاتی که باگ اضافه تشبیهی، یعنی بینشون کسره اومده، ولی سر جای خودش مشبه اول میاد، مشبه هم به دوم میاد، استثناست. 99% اضافه های تشبیهی اول مشبه هم به میاد، بعد مشبه. وقتی من میگم دریای عشق، یعنی عشق مانند دریاست. وقتی میگم درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آید، یعنی دوستی مثل درخته. وقتی من میگم کوه غم ویرانم میکنه، یعنی غم مثل کوه. ببین اول مشبه هم به اومده، کوه غم، یعنی این مشبه هم به، این مشبه غم مثل کوه. اما استثناءاتی هم داریم. مثلا تو ادبیات لب رو به لعل تشبیه میکنن، میتونه بگه لعل لب، میتونه بگه که خیلی جا میگن، یعنی لب مثل لعله، لعل سنگ سرخ دیگه. ولی خیلی از شعرها داریم به جای اینکه بگه لعل لب، یعنی اضافه تشبیهش اینجوری باشه، میگه لب لعل، یعنی لب مانند لعل. مرجان لب لعل تو مرجان مرا قوت، یاقوت نهم نام لب لعل تو یاقوت. ببین لب لعل یعنی لب مانند لعل. یا تو ادبیات بعضی موقع قد و وقتی به سرو تشبیه میکنن، به جای اینکه بگن سرو قد میگن چی؟ قد سرو. تو جمله باید ببینی، اگر منظور قد مانند سر بود، پس قد سر به اضافه تشبیهیه، نه قد یه درخت سر با بعد بشه تشخیص و فلان. اون تو شعر باید بررسی بکنیم. پس اضافه تشبیهی چرا تشبیه بلیغ است؟ چون فقط مشبه مشبه اون بمیاد. چرا بهش میگن اضافه تشبیهی یا تشبیه بلیغ اضافی؟ چون رابطه بین بین اون دوتا رابطه مضاف مضاف الیه، موصوف صفت که نیست که. چرا پس گفتم بلیغ؟ چون فقط مشبه و مشبه هم به. چرا اضافه تشبیهی؟ بعدن من مرز بین اضافه تشبیه و اضافه استعاره سر جای خودش میگم. زمانی که میخوام استعاره رو درس بدم، استعاره مکنیه رو، سه نوع استعاره مکنیه درس میدم، تو استعاره مکنیه بعدن فرق بین اضافه تشبیه و اضافه استعاره میگم، چون اینا تو مقایسه باید به عمق برسه. فعلا من یه تشبیه عرضم به حضورتون گسترده رو تبدیل کردم به تشبیه فشرده. اول تشبیه فشرده اسنادی ساختم، بعد تبدیلش کردم به تشبیه فشرده اضافی. اضافه تشبیه پرکاربردترین تشبیه ادبیات فارسیه. ولی حالا اینم فهمیدم که فلانی اهمیتش تو کنکور چقدره. اضافه تشبیهی همینجور از کنکور مثلا سال 90 بیایم تا 1401،
همینجور داره حذف میشه، حذف میشه، کمرنگ میشه، کمرنگ میشه. یعنی هرچی به کنکور جدید نزدیک میشیم اضافه تشبیه داره کمرنگ میشه تو کنکور. چرا؟ طراحان سوال میگن بچه های اضافه تشبیه بلدن. برعکسش تشبیه بلیغ اسنادی و اون سنوی دیگه که میخوام بگم هی داره پررنگ میشه. یعنی اونا هم یه آماری دارن، میگن آقا ما تشبیه میگیم کدوم هست بچه ها درست میزنن، میگیم کدوم بیشتره بچه ها غلط میزنن. الان آمار سوالات عددی تو آرایی زیادتر شده. پس اینا دقت بکنید، بارشو هی دارم میگم، بارشو یازدهم بر نداری دوازدهم باید یه ما دومایی درگیر تشبیه باشی. خیلی حیفه، دوازدهم خودش بار خودشو داره. خب تا اینجا آنچه بود که کتاب از شما میپرسه. تا اینجا یعنی شما یک کلمه بیشتر از این رو تو انواع تشبیه تو پایه یازدهم نمیخونید. خود ارزیابیتون میگه کدوم تشبیه دارد، کدوم ندارد، کدوم تشبیه فشرده داره، کدوم نداره، کدوم عدات داره، کدوم وجد داره، مشبهش رو مشخص کن، مشبه اون بهش. همین. البته این خودش همین هم خیلی مهمه ها، ولی به گفتم توقع باید یه خود فراتر باشه. تا اینجا اگر نکته ای، ابهامی، سوالی، مشکلی، چیزی داری بپرس. برم یک دو پله فراتر از کتاب درسی و بعدش هم ببینیم چه میکنیم با هم. جلسات بعد یه خود باشون تستم بزنیم، خود ارزیابیاشو بگیم. اگه سوالی نکته ای دارید بپرسید. کتاب درسی رو لازم داریم مطمئنا تا یه سال. کتاب کمک درسی هم لازمه تهیه کنیم. حتما بهتون معرفی میکنم کتاب کمک درسی. حتما کتاب کمک درسی گفتیم دیگه. در مورد سوال چیز چه منبعی رو پیشنهاد میکنید بعدا میگم بهتون. حتما کتاب معرفی میکنم. فعلا اولویت با کتاب درسی مونه. اختصاصی جزوه قرار میدید، هم در واقع با جزوه پیش میریم هم من کتاب کمک درسی. ما یه کتابی رو با خیلی سبز نوشتیم، علوم فنون 10، 11 و 12. من 10 و 11 رو ناظر علمی بودم، 12 رو خودم نوشتم. سعی میکنیم اون رو به عنوان کتاب کمک درسیمون داشته باشیم. ولی من تست خودم زیاد بهتون میدم، یعنی شاید نیازی به خرید کتاب جدا نداشته باشه، ولی خب معرفی میکنم. یکم پایه کار میکنیم. بله حتما. فعلا اولویت با کتاب درسی گفتم تو پایه، چون کلاس تدریس ماست ولی مکملش تست میزنیم. خب خب پس سوال در مورد تشبیه فعلا ندارید، فعلا در حاشیه این هستید که کجا باشید، چی بخونیم، فعلا تو این فضایید. اما تشبیه در واقع گسترده و تشبیه اضافه های تشبیه اینا رد شد. این سه نوع تشبیه تو کنکور سراسری رنگ و بوش پررنگ بوده، ولی سه نوع دیگه اینا دیگه فراتر از کتاب درسیه. کاملا گوش بکنید، چون شاید تو زمان در واقع زدن تست ما به اینا نیاز داریم. خب پس من یک نوشتم، یعنی دوباره داریم میریم مورد ارزم بزرگ جدید دیگه. میتونم الان نمیستم 4 اصلا بذار بریم ادامه بشه که همون 4 خودمون باشه. اسمش از تشبیه برتر بهش میگن تف زیل، اسمای مختلف داره، مرجح تفضیل برتر اسماشه. حالا بعضی ها بیشتر به مرجح میشناسنش، بعضی ها میگن تشبیه تفضیل، بعضی ها میگن برتر. اسم مهم نیست، مسما مهمه. به محتواشه. ببینیم ما تو تشبیهات عادی نمیدونم دقت کردید، وقتی ما یه چیزی به یه چیز تشبیه میکنیم اون وجه شبه تو مشبه هم به ما بارستره. اصلا قشنگی تشبیه دلیله. مثلا من میگم تو مثل ماه میمونی، وجه شبه هم مثلا نورانی بودنه، واقعا تو مثل ماه میمونی از نظر نورانی بودن، مثل خورشید میمونی، تو فوقش یه لامپ صد باشی دیگه، اندازه یه لامپ صد نور بدی. اگه من بگم تو لامپی، قشنگ نمیشه که.
به یه چیزی فراتر از حداقل اون چهره خودت باید تشبیه بکنم. تو مثل گل میمونی، واقعا مثل گلی، تو مثل سروی از نظر بلندی دیگه. سرو دیگه حداقل 3.5 متر دیگه، تو قد بلندترین آدم روی زمین برسه به 2.40 متر. یه ایرانی هم داریم اینقدر بزرگه، قد بلنده دیگه، 2 متر دیگه. سرو دیگه حداقل دیگه 3.5 متر هست دیگه. خب ما یه خود اقراق که اصلا اقراق نیست همچین چیزی ها، مشبهم بهمون بارستر اون صفته توش، تو همه تشبیهات عادی. بعد ادبیات کارش فراتر از واقعیت نمایاندن بعضی موقع ها. یعنی قشنگ نبود که ما هر چیز عادی توصیف کنیم که چیز نیست که، قشنگ نیست که. تشبیه مرجع کارش چیه؟ مشبه رو چنان برتر از مشبه اون به میدونه، حالت معمولا اقراقونه، میگه این از اون برتره. کلید واژه تشبیه مرجع چیه؟ بعدن مثال هی میزنم ببینید چقدر مهمه. تشبیه مرجع کلید واژش مقایسه است. یعنی چی مقایسه؟ خوب گوش کنید. از سطح پایین تشبیه مرجع مثال میزنم تا بریم خود بالاتر. بعدن که با هم دیگه میخوایم تست بزنیم، مجموعه تستی و یا خود ارزیابی رو بگیم، خب تو خود ارزیابی کتاب درستون تشبیه مرجع نیست، مجبوریم تست بزنیم با هم دیگه مرجع رو بفهمیم. پس اول خوب گوش کن. ببینید مثلا سهراب سپهری میگه مادری دارم بهتر از برگ درخت. خب وقتی میگه مادری دارم بهتر از برگ درخت، بچه ها ما با معنا خیلی کار داریم. سهراب مادرشو با برگ درخت داره مقایسه میکنه، ولی واضح داره میگه بهتر، یه خودش از کلمه بهتر استفاده کرده. حالا چه وجه شبهی بین مادر سهراب با برگ درخت هست؟ تو باید بیاندیشی. بعضی موقع نمیاد وجه شبه. اگر منظوری سرسبزی، مادر من خیلی سرسبزتر و باتراوتتره، شاید منظورش میدونی که برگ درخت در گیاه کارش چیه؟ فتوسنتز دیگه، غذاسازی. شاید میخواد بگه مادر من غذاهای خیلی خوشمزه تری از برگ درخت درست. برگ درخت بدبخت همش درخت یه غذای مشترک میخواد، همش تکراری، هی آبو میگه تبدیل به غذا میکنه میده به این درخته. ولی مادر من قرمه سبزی درست میکنه، قیمه درست میکنه، از موقع هم حوصله نداره نیمرو درست میکنه. پس ننه من تنوع بیشتری داره تو غذاش، بهتر از برگ درخت. بعد میاد میگه دوستانی بهتر از آب روان. خب دوستو با آب روان داره مقایسه میکنه، خوش هم داره میگه بهتر. این کسی تشبیه مرجعی نیست که هیچ کسی تشبیه زده، همه بلدن. خب چرا با آب روان مقایسه میکنه؟ دوستای من از آب روان بهترن، آب روان میره. درسته آب روان زلاله، دوستای منم زلالن، ولی آب روان میره، اسمشوش هست، دوستای من ماندگارن. این تشبیه مرجع هیچ، این دستگرمی بود، هم تشخیص میدید. توی تشبیه مرجع ما تو کتابای دانشگاهی وقتی میخوایم انواع تشبیه رو بگیم، میگیم یه تشبیه داریم بهش میگن تشبیه مزمر، پوشیده. اصلا گوینده شاید اصلا هدفش تشبیه نیست، ما تو معنا تشبیه دست میگیم. یکی از اون انواعهای تشبیه پوشیده تشبیه مرجعه. چرا پس من دارم میگم؟ اگر کنکور نمیداد منم نمیگفتم. مثلا من سال 80 نمیگفتیم، 81 دیدیم اومد گفتیم، دیگه تا الان داریم میگیم. پس دقت کنید تشبیه امکان آمدنش مرجعه. حالا بریم خود پنهانتر. اینا پس چی؟ سعدی میخواد پیامبر رو توصیف کنه، نگاه کنید، میگه ماه فرو ماند از جمال محمد. ماه فرو ماند از جمال محمد. نمیتونه سعدی بگه پیامبر مثل ماه میمونه؟ میتونست بگه، خب هزار نفر گفتن. میتونست بگه پیامبر از ماه خیلی خوشگل تره؟
میتونست بگه، خیلی ها گفتن. همین رو یه جور دیگه میگه، میگه ما چهره پیامبر رو ببینه فرو میمونه. فرو میمونه یعنی چی؟ یعنی کم میاره. چهره پیامبر یعنی از ماه زیباتره. پشت این حرفه یعنی چی؟ یعنی ما از پیامبر، پیامبر از ماه زیباتره. صرف نباشد به اعتدال محمد، یعنی پیامبر از صرف بلندتره. خب میتونست بگه پیامبر از صرف بلندتره، اینو نمیگه. اینو بگه که آرایه نیست، که قشنگی نداره. تو پس معنا اینو داری، یعنی من مقایسه کردم پیامبر رو با ماه، گفتم ماه کم میاره. خب از این حرفا ما تو گفتار خودمون هم میزنیم، تو کجا ماه کجا، تو هم ماه خوشگل داری. خب توی تشبیه مرجع، بعد کسانی که وجه شبه اندیشند راحت تر میتونن پیدا بکنن. یعنی وقتی من مثلا میام میگم ببین، اگر آهو چشای تو رو ببینه رم میکنه، یا چشای تو اینقدر وحشتناکه که آهو میبینه رم میکنه، یا واقعا منظورم این نیست که، یعنی چشای تو از آهو قشنگتره. اون معمولا توصیف معشوق دیگه. ببینید پس در واقع وقتی میگیم مقایسه بین دو چیز و برتر دانستن یکی بر دیگری، تو اون صفت مشترکه، تو اون صفت مشترکه ما میگیم تو از او برتری. دقت کردید؟ پس تشبیه مرجح مقایسه بین دو چیز و برتر دانستن یکی بر دیگری در صفتی مشترک، میشه تشبیه مرجح. حالا اگر من یه خورده بعد شبه اندیش باشم، مثلا میگم ببین تو اگر بیای با ناز تو باغ را بری، صرف خجالت میکشه. تو چهرت رو نشون بدی، خورشید میره پشت ابر. پس این حرف من تشبیهه، یعنی تو از خورشید زیباتری، نورانیتری، تو از سرو بلندتری. پس این حرف من، پس ما با یه خورده پنهانتر روبرو هستیم. دقت میکنید؟ شاعر وقتی میاد دو چیز رو با هم مقایسه میکنه، گاهی اوقات هدفش از مقایسه اصلا تشبیه نیست. وقتی معنا میکنیم تشبیه در میاد، یکی از مهمترین انواع تشبیه. پس تشبیه مرجح رو یه بار دیگه تکرار کنیم، برتر دانستن مشبه بر مشبه اون، به نظر مثال خوبیه، درسته؟ تشبیه مرجح. اگر دوزاری افتاد بگید، نه سوالی چیزی دارید بفرمایید، بریم سراغ یه نوع تشبیه دیگه، تشبیه برتر تفضیل مرجح، مقایسه دو چیز در صفتی مشترک، برتر دانستن یکی بر دیگری. خب خبری نیست که نیست. مرجح یعنی برتر، ترجیح داده شده. خب مثال بیشتر، بله حتما. خب پس ببینید، گفتیم در تشبیه مرجح مجموعاً شما باید اون دو چیزی رو که داره با هم مقایسه میشه پیدا کنید. حالا هر کی رابطه بین کلماتی که قابلیت تشبیه شدن دارن رو بیشتر بشناسه، چون ما تو ادبیات میدونیم با اطلاعات ادبی شما کار داریم، مثلا زلف معشوق تو ادبیات ما ویژگی مختلفی داره، مثلا یکیش بلندیشه، یکیش پیچ در پیچیشه، یکی خوش عطریشه، هر ویژگی مختلفی داره. حالا مثلا من میخوام بگم زلف معشوق خیلی خوش عطره، به یه چیز خوش عطر تشبیهش میکنم، میگم زلف تو مثل مشک میمونه. خب این که تشبیه عادیه، همونو که داریم. ولی ببین چقدر چجور میگه، میگه تو اگه زلف تو به باد بدی، خون به دل مشک میفته. یعنی چی؟ یعنی مشک وقتی زلف تو رو ببینه اصلا خون به دل میشه، میگه بابا این دیگه چقدر خوش عطره. درسته؟ یعنی ما مقایسه کردیم. من از کجا میدونم یکی از ویژگی‌های زلف معشوق خوش عطره؟ پس باید شعر بدونم دیگه، خود شعر بخونم.
من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از عطر گیسویت. پس یکی از ویژگی زلف معشوق عطر گیسوشه، خوش عطره. شما وقتی قامت یار رو به سرو تشبیه میکنی دیگه فهمیدی، چهرش رو به گل تشبیه میکنی دیگه، عرضم به حضورتون میدونی که بس اگر با گل مقایسه کردی و گفتی گل خجالت زده شده تو رو دیده. معمولا تو تشبیهات مرجع از کلمه خجالت و شرم و پنهان کردن زیاد استفاده میکنن. تو رو دید خجالت زده شد، تو حرف زدی. بعد ببین وقتی خیلی معنی شعرتون خوب بشه اینا میاد رو، ساده ترین نوع تشبیه. من مثلا یکی از اون پنهانایی که شاید خیلیاتون میدیدید نمیفهمیدید و بخونم. ببین یه سال تو کنکور برای بچه تجربی اومده بود، ما گفتم تو ادبیات معمولا لب رو به چی تشبیه میکنن؟ به لعل، یه لو سنگ قرمز. حالا که شاعر همینو چقدر پنهان گفته، میگه لبت بدیدم و لبو مینویسم، لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم. لعل، میگه لب تو رو دیدم لعل از چشم افتاد. یعنی چی لعل از چشم افتاد؟ یعنی گریه کردم، دیوانه ای مگه؟ لب رو دیدم لعل از چشم افتاد. از چشم افتاد یعنی بی‌ارزش شد. خب الان پس این حرف یعنی چی؟ یعنی لب تو از لعلم بر من ارزشمنده. سخن بگفتی و قیمت برفت لولو را، تو که حرف زدی لولو بیارزش شد. اصلا تو ادبیات ما معمولا سخنان افراد رو به مروارید و لولو اینا تشبیه میکنن دیگه. لبش را گشود در رو مروارید بود که میریخ، دندونا رو به مروارید تشبیه میکنن. حالا میگه وقتی لب تو دیدم لعل بیارزش شد، تو حرف زدی لولو برام بیارزش شد. لولو یعنی مروارید. خب یعنی چی؟ یعنی سخن تو از مرواریدم ارزشمندتره، لب تو از لعلم برای من ارزشمندتره. این بهش میگن تشبیه مرجح. ولی اگه من به شما بگم لبت مثل لعله، اضافه تشبیه بسازم لعل لب، خب این که همه تشخیص میدن که. به خاطر همین ما میگیم تو خود ارزیابی یا وقتی میریم، من اصلا توقعم در حد خود ارزیابی نیست، نمیتونه باشه. کار من اصلا خود ارزیابی نیست. خود ارزیابی رو شما چهار تاشو جواب بده تا آخرش جواب میدی و فکر میکنی یاد گرفتی، بعد میای 12 اونم همینجوری نگاه میکنی منو. پس عمیق‌تر و شعر بخونی. دارم از الان تلنگر میزنم، 12 یه خبری دیگه است. تازه دانش آموز 12 میگه بابا ما روش. پس تشبیه مرجح این کلید واژه تو ذهنتون باشه، مقایسه. دو چیزی که دارن با هم مقایسه میشن، یه صفت مشترک حتما دارن مقایسه میشن. همینجوری که نمیشه با یه چیز مثلا میگم تو مثل کفش میمونی، خب تو مثل کفش میمونی، من باید یه ساعت فکر کنم چرا تو مثل کفش تشبیه کرده. شاید ظاهرا تشبیه باشه که واقعا هم تشبیهه، ولی اونجا که دو چیز دارن با هم مقایسه میشن و برتر دانسته میشن، حتما تو باید وجه شبه اندیش باشی. این شد تشبیه مرجع. تشبیه پنجم تشبیه بسیار ساده ایه، بهش میگن درون واژه‌ای. یعنی چی درون واژه‌ای؟ ببینید ما بعضی موقع یک کلمه داریم تشبیه، یک کلمه است که معمولا ساختار صفتی داره، ساختار صفتی داره، بازم با معنا میفهمیم یعنی چی. ببین من میخوام به یه نفر صفت بدم، میگم مرد دریا دل. دریا دل یعنی چی؟ دریا دل یعنی دلش مثل دریاست. یه واژه است ولی دریا دل. کوه پیکر یعنی چی؟ پهلوانه کوه پیکر. تو الان میتونی بگی مرد دریا دل اضافه تشبیهیه؟ اولا موصوف صفته، مضاف مضاف الیه نیست، اضافه تشبیه باید مضاف مضاف الیه باشه. خب میتونی بگی مرد دریا دل اضافه تشبیه؟ نه. ولی دریا دل یعنی چی؟ یعنی دلش مثل دریاست. ماه سیما یعنی چی؟ یعنی سیما و چهرهش مثل ماهه.
پری رخ یعنی چی؟ یعنی رخش مثل پریه. درسته؟ پس ما یه واژه هایی داریم توی خود واژه در واقع ساختار معنایش تشبیهه. این تشبیهات بهش میگن تشبیهات درون واژه‌ای. حالا تو ذهنتون بیارید چند تا از اینا رو بگید. حتی ما گاهی اوقات عرضم به حضورتون وقتی میخوایم یه شعری رو معنا بکنیم به این صفت ها میرسیم، شاید معادلش کلمه ای بگیم. مثلا میگیم یارو دریا دله، وقتی میخوایم معنا کنیم نمیگیم مثلا دلش مثل دریاست، میگیم آدم مثلا بزرگیه، دل بزرگی داره، بخشنده است، مثلا یه صفت بهش میدیم. ولی کلمه دریا دل تو دل خودش تشبیه داره. حتی بعضی موقع شما مثلا میگی پریوش، وش پسوند شباهته، بازم تشبیه. میگون یعنی مثل می، لب میگون یار، میگون یعنی گونش عدد تشبیه دیگه، یعنی مثل می. به این دلیل ما با کلمه روبرو هستیم. جز تشبیهاتی است که یه ذره بتونیم کلمات رو معنا بکنیم در میاد. پس پنجمی تشبیه شد تشبیه بگو درون واژه‌ای. ششمی رو هم میگم، بعد اون خود ارزیابی ها رو بعدم با هم بررسی میکنیم. البته میگم من کتاب رو مبناش رو از اول مهر میذارم، یعنی فعلا مبنای ما تدریس کردن کلیه کتاب نیست، از درس یک شروع میکنیم میریم تا پایان درس 12، ولی بالاخره یه سری مقدماتی رو من میخوام تو این جلسات تابستون بگم. ششمین تشبیه بهش میگن تشبیه مرکب، جزء تشبیهات تصویریه. یعنی شاعر دو تصویر رو به هم تشبیه کرده. یعنی چی دو تا تصویر؟ ببینید یه خود با هم دیگه نقاشی تصویری بکشیم. فکر کنید مثلا این چهره معشوقه. خندانم حالا باشه. پشت زلفش پنهان شده. نگاه کنید. مثلا زلفشه. بیشتر شبیه چی شد؟ در حد فرشچیان هست خدا انشالله، یک ذره تفاوت داره. اینو نها کن، این چهره معشوقه. این چیه؟ این خورشیده. اینم ابره، پشت ابر. من اگه بگم چهره تو مثل خورشیده، تشبیه مفرده، یعنی چیزو به چیز تشبیه کردم. حالا میگم یه تصویر میسادم، میگم چهره تو که پشت زلفات پنهان شده شبیه خورشیدیه که پشت ابره. دیگه تو عقل نداری بگی مشبه چهره. من چهره رو تنهایی نگفتم که، بردمش توی ساختار تصویری. میگم مشبه من چیه؟ چهره‌ای که پشت زلف پنهان شده است. مشبه اون به هم خورشیدی که پشت اب پنهان است، کلش مشبه اون به. دوتا تصویره. ببینید یه پادشاهی در نظر بگیریم، وسط وایساده، نوکراش دورش وایسادن. شبیه چیه؟ شبیه مثلا ماه که ستاره ها دورشن. تو الان حق نداری وقتی شاعر میگه ندیمان و غلامان گرد خرگاه، ثریا وار گرد خرمن ماه، تو بگی پادشاه ماه، سربازات ستاره ها. اینو نگفته اصلا شاعر. شاعر میگه ندیمان و غلامان پادشاه که دور خیمش حلقه زدند، شبیه ستاره های ثریا هستند که دور ماهند. یعنی ما با دو تا تصویر روبرو هستیم. دقت میکنید؟ یعنی با تک تک کلمات روبرو نیستیم، یه تصویر با کلمات ساختیم به یه تصویر تشبیه میشه. به خاطر همین اسمش گذاشتم مرکب. یعنی من میگم ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف آفتابی است
که در پیش سحابی دارد. ببین ما دو تا تصویر رو هستیم، شقایق بر یکی پایی استاده چو بر شاخ زمرد جام باده. شقایقی که رو پای خودش وایستده شبیه جام شرابیه که رو پای زمردیه. دو تا تصویر. ببین من میتونم به تو بگم اشکت شبیه شبنمه، چشمت شبیه گله، اینا مفرده، ولی میام همون رو نگاه کن، این چهره تو اخمو، اینم اشکه. میگم این اشکت که افتاده رو گونه سرخت شبیه، حالا کل این تصویر رو، شبیه شبنمیست که رو گل سرخ نشسته. تو حق نداری بگی اشک شبنم، من اینو نگفتم، گفتم اشکی که از چشت افتاده رو گونه سرخت شبیه شبنمیست که رو گل سرخه. کل اون تصویر به اون تصویر تشبیه میشه، اینو میشه تشبیه مرکب، یعنی همانندی دو تصویر به یکدیگر. خب اینا انواع تشبیهی هست که در حد کنکور باید بدونیم. بعدن که یه خورده میریم جلوتر، مثلا میگید فلان این چنین اینجوریه، میگم یه تشبیه ملفوفه، یه تشبیه دیگه یاد میدم. میریم یه خورده جلوتر میگی این چیه، میگم اینی بهش میگن تشبیه مثلا، عرضم به حضورتون فلان اسمشو بعدم بهت میگم این چیه. نه که حالا فکر کنیم 15 16 نم دیدن، نه اصل مطلبم 5 تا اولی بود، حتی این مرکبم خیلی جز تشبیهات ضروری کنکور نیست. یه زمان تو نظام قدیمم بود حذفش کردن، چون فکر می‌کردن با یه آرایه اسلوب معادله اشتباه میشه که اصلا دو تا دنیای مختلف هستن. بعدن چه آرایه یاد میدم بعدن بهتون میگم اختلاف اشتراک شو. حالا شما در نظر بگیرید من یه بیت مثلا بهتون میدم، میگم تشبیهات رو مشخص کنید، نوعشو بگید، چی داره چی نداره، دانش آموزی که معناش خوب باشه میتونه جواب بده. به عنوان مثال یه بیت می نویسم، بگید چند تا تشبیه داریم، چه نوع تشبیه داریم. شعر معروف همه تونم شنیدید، شاعر میگه سلسله موی دوست چیه؟ حلقه دام بلاست. راست میگه، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. الان یکی به من میگه آقا تشبیهات اینو پیدا کن، خب خود ارزیابیاتون در این حده، البته حد پایین نیست، خیلی فکر کنید دم دستی خود ارزیابیاتون، خیلی احساس دانایی نکنید، خود ارزیابیاتون هم بد نیست، ولی حالا ما میگیم یه خورده میشد سخت‌تر بشه. ببین الان من میگم سلسله مو اصلا یعنی چی؟ تو ادبیات سلسله یعنی زنجیر، زلف معشوق به زنجیر زیاد تشبیه میشه، به کمند زیاد تشبیه میشه، یعنی مشبه های معروف باید بلد بشی، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. یا مثلا میگه پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من، سیاه زنجیر گیسو باز کن دیوانش با من، سیاه زنجیر گیسو. پس زلف رو به زنجیر تشبیه میکنن، چرا اینجور بافت شده است و پیچ و تاب داره به زنجیر. پس سلسله مو اضافه تشبیهیه. اضافه تشبیه چی بود؟ تشبیه بلیغ اضافی بود دیگه، یعنی تشبیه بلیغ. این یه دونه. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، بلا رو به دام تشبیه کرده، بلا شبیه دامه دیگه، بیفتی توش گرفتار شدی. بعد یه دفعه میبینیم خود اینم مثل که یه تشبیه اسنادی ها، سلسله موی دوست کلن مشبه مثل حلقه دام بلاست، کلن مشبه اون به. سه تا تشبیه فقط مثل اول داشت. حالا میگه هر کی تو این حلقه نیست نمیفهمه اینو، چون بلا تو ادبیات عاشقانه منفی نیست همیشه، هر کی بیشتر دوست داره بیشتر بلا بهش میدن. این بچه کوچیکا رو میخوای اذیت، تازه راه افتاده هولش میدی، بچه هنوز تازه به حرف اومده بهش میگه بگو سان فرانسیسکو، و
مثلا نمیتونه بگه دیگه، تو خودت هم الان نمیتونی بگی. این از رو دوست داشتن است اذیت کردن. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. اصلا عربا میگن البلاء للولا، بلا از رو دوست داشتنه. حالا حافظ ببین چه قشنگ میگه، میگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر کی تو این حلقه نیست نمیفهمم چی میگم. ببین من معنا میکنم میاد رو، ولی معنا نکنم همش دنبال فرمولم، میگم این چجور این تشبیه شده، این چجور تشبیه بازگردانی معنا. آقا معنامون چجور قوی میشه؟ شعر بخون. تا الان میخوای وزنه بردار بشی چیکار میکنی؟ میری دعا میخونی؟ وزنه رو باید بچسبی به وزنه، وزنه بزنی. شعر میخوای بخونی؟ به جای اینکه اینقدر بری تو فضای مجازی بشین شعر بخون. یه دیوان سعدی یه دونه حافظ بسته دیگه، همینا رو بشین بخون. اگه معنا هم بره یه خود رجوع بکن به معناش. از الان معنا رو بفهمی دوازدهم از رقیبات جلویی. ما تازه دانش آموز دوازدهم میگیریم میگه ببخشید من شعر نمیفهمم چیکار کنم؟ میگم هیچی، برو دنبال کارت. شعر نمیفهمی با شعر میفهمیدی. پس همین که داره آرایار میفهمی داری به درک شعر نزدیک میشی، درسته؟ پس لطفاً پیش مقدمه یک کمی ببین. شما الان که قرار نیست کتابای درسیتون بیاد، تو اینترنت سرچ کن کتاب علوم فنون 11 تو دانلود کن، حداقل پی دی اف شو داشته باشی. حالا بعدا میاد تو مهر، یه خورده بخون کتاب تو، پایه‌های تشبیه بخون، توضیحاتشو بخون، پیش مقدمه برو جلوتر، استعاره رو بخون، اگه خیلی دوست داری تاریخ ادبیاتی هم بخون. اینا رو بخون وقتی من دارم میگم. یک، پس دیدی اول در سطح کتاب گفتم، تشبیه گسترده رو گفتم، فشرده رو گفتم، فشرده دو دسته تقسیم کردم، تموم شد. کتاب این، خود ارزیابی هم همین. ولی وقتی یک کمی جلوتر، ما داریم دانش آموز اینجوری ها، یه ذره جلوتر از کتابه، توقعش در حد کتاب نیست. یعنی الان دانش آموز به نظرم 11ام که میاد تابستون میاد کلاس یا به نوعی توقع داره، این حتما یه دانش آموزی که قراره حتما یه خود جلوتر از رقیباش باشه دیگه. وگرنه یعنی تو الان میگرفتی میتونستی بخوابی، الان هم نمیدونم بیداری یا خوابی، ولی میتونستی بری بگی بره خوابی، الان سریالی چیزی نمیدونم از اینا ببینیم. پس امیدوارم که جدی باشید تو کارتون تا منم بتونم بهتون کمک بکنم. خسته نباشید، امیدوارم مفید بوده باشه براتون امروز. خدا نگهدار.